میکنه. آقای فرزی، من یه سوالی از شما دارم. شما متوجه شده بودین رابطه ای آقای محمدزاده و خانم فرشته رو، و چرا زودتر شما پابلیک نکردین؟ او پارسال پابلیک کردم. واقعا؟ آره بابا، ویدیوش پارسال دادم، یه قرن پیش بود گفتم. من نفهمیدم، ما هم گفتیم چرا آقای بابا فرزین. لینک ویدیوشو میخوام برات بفرستم، یک سال پیش گفته بودم تو یوتیوب. ما تازه داشتیم میگفتیم که چجوری از دستتون در رفتن. او نه بابا، اولین دفعه من گفتم، بعد فکر کنم تو پیج اینستاگرام هست از قدیم راجبش گفتم، نمیدونم ولی هست. آره ولی من میگم چه تابو شکنی انجام شده که اومدن اینو پابلیک کردم. خب بعد ازدواج میخوام کنم با هم. آره آره، من آره دیگه چند تا بازیگرا. خب چش، خب خب دیگه باید نشون بده بدین. نه من اصلا اینه که مثلا خب اولیا هم بیارید تو. اولیا هم اتفاقا خوب صحبت کرده. من یه چیزی بگم بچا راجع به موضوعتون. بله بله. ماریا بعد مایک میکروفون تو ببندی اگه میخوای بیا خوشوقت حرف بزنی، اینجا چیزی صوتی ندی. ببین این که میگی مثلا نشون داده چیز، این حالا دوست دخترش رو چی بهش میگن، زنش، حالا هرچی هست، به نظر من کار نرمالی کرده اصلا، یعنی کار خیلی خاصی نکرده. بله بله. ماریا مایک تو باز نکن. شیخ جان کار نرمالی کردن، ولی توی ایران معمولا هر کسی که مثلا میفهمیدن دوست دختر داری یا دوست پسر داری، یه گیری بهش میدادن یا ممنون کارش میکردن یا ممنون. خب نامزد کرده حتما دیگه، دلیل داره، الکی نمیاد این کارو کنه که. آره طرف. ولی خب میگم کار جالبی کرده، یه تابو، چون یه کسی بوده که خیلی از دخترها دوستش داشتن و الان این کارو کرد، یعنی جرأت اینو داشت. چون به هر حال وقتی بیاد کسی معرفی کنه، خب ممکنه خیلی از کسایی که طرفدارشن، دخترایی که به حال به قول شما میگن کراش داشتن روش، دیگه کراش نداشته باشن روش. ولی به نظر من، من خودم جاش بودم، یعنی کسی دوست داشتم، خب میومدم 100% میگفتم، میگفتم مثلا با من در رابطه است. ولی کسی که میگم یه به قول شما که کراش داشتن دختر، یه بازیگر خیلی مطرح بود، الان خیلی به چش همه اومده، فکر کنم الان کلی از رابطه ها به هم بخوره، همه میگن که وای منو باید پابلیک کنی و نمیدونم. من خودم الان اگر برم با کسی تو رابطه که مثلا دوستش داشته باشم، میام اصلا عکسشو میذارم همینجا، اصلا عکس دو نفرمونو میذارم پروفایل، چیز یعنی کار درستی. یعنی الان خود سید الان با طلا عکسشو دو نفر میذارم پروفایلش یکی دو دقیقه دیگه. دهان نه سید واقعا. آره ناصر میذاری داداش یه ببینیم آقا ناصر چی با طلای عکس دو نفری لبخند بزنید تو دوربین بذارید. داریم میریم لب دریا. بذار بریم چشم. ببین من رسیده به من، خب من شیرینی خامه ای از آلمان دوستم آورده بودم عراش. بعد به من میگه آدامس میخوری؟ میگم آره. فکرم الان یه آدامس نو میخوری؟ آدامس تو دهنش رو آورده کرد دهن من. همین اولین برخورد. این دوره من ناصر رو اتمام نیست میشناسم. خب الان خوشحال و راضی از طلا. خوشش اومده. آقای تابان خوش اومدین به جمع ما. آقای تابان سلام علیکم. رفقا سلام. ناصر شیخ مهدی، خانومای به قول ناصر دختران سرزمینم، سلام علیکم. پوریا من یه چیزی بگم. ماریا اگه میخوای صحبت کنی، چون ماریا تازه اومده، من چیزا بهش میگم، یه بعد میکروفون تو ببندی زمانی که میخوای صحبت کنی. چند بار مثل من نگاه اینجوری اینجوری بزنی رو میکروفونت، مثلا بچه‌ها متوجه میشن که می‌خواد صحبت کنی، موقع بعد میکروفون تو باز کنی که تو خونه صحبت میکنی با همسرت چیزی نشه اینور. آره نه آه. من اصلا از چون امین فردی میترسم، خیلی حواسم بد جمع باشه، من خیلی میترسم ازش. نه نه کجا رفت امین؟ آره بفرمایی اگه چیزی میخوای بگی بگو. نه اوکی، من ماریا دو سال خودش و همسرش با هم دوستم، ولی تو عراقی ها خیلی معروفن، یعنی ماریا تو خودش استرالیا زندگی میکنه، تو عراقی ها خیلی معروفه، منتها دیگه الان دیگه گفتم بیارمش با بچه ایرانی هم آشناش کنم که دیگه اینجا هم فعالیت کنم. ماریا جان میشه ماریا جان از فعالیتتون به ما بگین چی کار میکنی؟ نیکی قبلش من نظرمو بگم. بله بله برسارش. آقای تابان بفرمایید، خواهش میکنم. با اجازتون، موضوع نوید محمدزاده است دیگه، درسته؟ یک موضوع آقای نوید محمدزاده است و میگم از قلب این موضوع داریم، اینکه آدم باید رابطهشو پابلیک کنه بهتره یا مخفی. ببین من نظر خودم رو میگم و این فقط سلیقه منه، شاید کسی هم باش مخالف باشه. درود به شرف نوید محمدزاده، درود به صداقتش، درود به مردونگیش، درود به جوان مردیش، به دلیل اینکه من معتقدم وقتی که یک انسان اولا به مخاطبین خودش، به طرفداران و هواداران خودش احترام میگذاره
وقتی به نتیجه ای رسید، وقتی احساس کرد که دیگه حالا در نقطه ای قرار گرفته که تمام زندگیش فرد در حقیقت پارتنرشه، این رو اعلام میکنه و اینجوری نه شایعه و نه حاشیه و نه حرف در گوشی ایجاد میشه و این خیلی کار پسندیده و زیباییه. بالاخره به قول مهدی یه حرف خیلی قشنگ و شیخ مهدی زد، به نظرم کاملا با نظرش موافقم. اونم این که میگه که خب نامزد کردن، اعلام کرده، خیلی ارزشمنده، هم به اون دختر احترام گذاشته. خیلی از هنرمندای هم جنس من از واژه مرد استفاده نمی کنم، چون اصلا من مرد بودن رو جنسیت نمیدونم، من مرد بودن رو خصلت میدونم. حالا این اشتباه ادبیات ماست یا اینکه یک واژه‌ای رو پیدا نکردن که یه وقتی زن و مرد نشه، یعنی نگیم آقا زن و مرد دو تا خط کشید. به نظر من خیلی شیرزنهای سرزمین منم خصلت‌های مردانه دارن، فارغ از اون جنسیت. اصلا جنسیت خودم دفاع نمیکنم، خیلی از همجنسای منم اصلا بزار مردونگی تو وجودشون وجود نداره. به نظر من این که تو به یک زن احترام بگذاری و یک رابطه رو مخفیانه پیش نبری، این آشنایی، این نامزدیه، این علاقه رو تا برسه به اون لحظه ازدواج که بخوای مسیرت رو با هم دیگه زیر یه سقف و در کنار هم و مثل رفیق و همدم و همراه و همقدم اعلام بکنی، به نظر من این کار نوید محمدزاده هم به جایگاه زن یک ارزش و قرب و منزلت ویژه‌ای میده که پنهان نکنی، نه این یک این عشق منه، این زندگی منه، اعلامش میکنم و ایشالله حالا به زودی هم ایشالله به امید خدا به ازدواجم منجر بشه. اگر هم نشه باز دم شرفش گرم که به یک زن هویت میده و با عنوان یکی از فیمس های ایران، به عنوان یکی از، شاید واقعا جدی دارم میگم، مثلا ما بتونیم قبل انقلاب بگیم جناب آقای بهروز وثوقی، بعد انقلاب بگیم مثلا جناب آقای پرویز پرستویی، استاد وثوقی، استاد پرستویی، واقعا نوید محمدزاده تو این چند سال یکی از بهترین بازیگران تاریخ سینما ایران بوده، با جایزه‌های بین‌المللیش، با نقشایی که بازی کرده و متنوع نقش بازی کرده، نه صرفا در یک نقش دیده بشه و جایزه بگیره، نقش‌های متعددی رو بازی کرده. به نظر من الان نویدی که تو روی قله معروفیت و محبوبیت و همه اینا با هم ایستاده، وقتی میاد به یک زن با احترام تموم، حتی زنی که مال کشور دیگری است، که خود متاسفانه ما ایرانی‌ها یه موقع‌هایی خودمون نسبت به افاقنه عزیز خیلی نگاه بالا به پایینی داریم، بعضی هامون، نه هممون. این که نوید میاد با افتخار به عنوان یک فیمس، به عنوان چهره شناخته شده اینو اعلام میکنه، به نظر من بسیار ستودنیه. درود به شرفش، براش دست میزنم، براش کلاه به احترام برمیدارم و تعظیم میکنم در مقابل این مردونگیش که به هویت داده به کسی که در کنارش هست. دمش گرم و من فکر میکنم کار بسیار پسندید. مرسی آقای تابان، منم دقیقا به همین مسئله داشتم فکر میکردم که چقدر این باعث شد که نگاه خیلی راجع به افغانهای عزیزمون عوض بشه، و چون که همیشه ماها افغانهای عزیزمون رو، یعنی ماها که مثلا من به شخصه نه، یا دوستای کنارم نه، ولی خب خیلی از آدما نگاهشون به افغانهای عزیزمون یه نگاه دقیقا همونطور که شما گفتین از بالا به پایینه، و این خیلی میگم یه سری آقای محمدزاده یه سری طوفان‌هایی رو با هم به پا کرد، یه سری طوفان‌هایی که نتیجهش خیلی مثبت بود و واقعا آدم باید به این کارشون واقعا تبریک گفت. جمله آخرم هم یه چیزی یادم اومد، شجاعت. دمش گرم، این که آدم شجاعت داشته باشه. ببخشید پوریا، من یه چیزی بگم داداش، این شجاعت نگفتی دوباره بخوای اینو توضیح بدی. خیلی من دوست ندارم، ولی آدم نیستم که مخالفت کنم، ولی به نظر من خیلی هم دیگه نباید اینو گنده کنیم، کار مهمی هم به نظر من نکرده. حالا برخلاف شما همه که میگید خیلی مثلا یه کار خیلی آو چیکار کرد، از پهلوان تختی شد و فلان شد، نه خیلی کار اصلا عادی کرد و نرمالش اینه. یعنی خیلی هم... میدونی چرا دیده میشه الان میگم به یه دلیل دادش، چون به خاطر اینکه این مسیر اینجوری نیست، وقتی تو بر خلاف مسیر، خب من الان میگم اینجا میدونم چی میگی، بگردن تو درست میگی، کار عادی من میگم ببین نوید محمدزاده یه بازیگر خیلی خوب و توانمند، منم خیلی دوستش دارم، بازیش هم واقعا دوست دارم، خب اصلا این بکنار، ولی الان این کارو چه کار خیلی شاخ و مثلا بگی حالا مثلا یه کاری کرد که هیچکس نمیکنه نیست، یه چیزی که سوخته‌اش داشته، خب با هم دیگه خوشحال بودن، با هم زندگی میکنن، حالا یا هر چیزی اومده گفته آقا این دوست دختر من، اصلا خیلی چیز اونجوری بزرگی نیست.
دقیقاً مهدی وقتی بزرگ میشه یه لحظه نمی‌تون چی مهدی وقتی بزرگ میشه که دیگران این کار رو نمیکنن، از این منظر اگه همه این کار رو کار درست رو بکنن آدم میگه خب بله معمولیه، ولی وقتی دیگران این کار رو نمیکنن کار نوید قابل ستایش. هر کسی به شرایط آقا شاید یه کسی مثلا توی شرایطی نباید این کار رو بکنه، مثلا میگم پژمان بازیگر رو نمیم زن داره فکر کنم، ولی کلا مثلا شاید پژمان بازیگر توی شرایطی نباید اصلا بیاد رابطش رو چیز کنه مثلا آشکار کنه خب که همه بدونن، ولی توی شرایطی هم ممکنه بیاد بگه آقا نه من مثلا با فلانی دوستم، اصلا چیز مهمی نیست، اصلا مسئله اصلا دوستختش رو ارده نشون داده حالا گفته با من با این دوستم یا زنشو یا هر چیزی. من خودم الان حالا میگم چون من الان جدا شدم، ولی زمانی که متأهلم بودم 10 سال با خانمم بودم ولی هیچ وقت نیوردم مثلا تو مجازی نشون بدم، میدونی چی میگم؟ خیلی اصلا نمیدونستن مثلا من این شرطم اینه. ببین دو تا فرق داره، اون شناخته شده است، ببین چون شناخته شده است یه سری شایعه و حاشیه و حرفای در گوشی داده میشه، وقتی تو اینو اعلام رسمی میکنی به حاشیه ها پایان میدی و این به نظر من ارزش داره. خب به نفعشه که معرف، یعنی الان به نفع شده. آره دیگه مثلا. خب خوبه دیگه، منم همینو میگم. بچه‌ها ببخشید الانا جان شما بفرمایید. آره من به آقا مهدی دقیقاً درست میگن، ایشون واقعا کار آنچنانی انجام نداده به خاطر اینکه ایشون با این خانم 1 سال دوسته، اگر اطمینانی در این دوستی بود میتونستن بعد از 6 ماه علنی کنن، در این صورت در این 1 سال ایشون این کارو نکردن چون دوست بودن. مطمئن باشید فردا یا هفته دیگه صداش در میاد، اینها یا عقد کردن یا رسمی به یه جایی کشیده شد که علنیش کردن. شما دارین راجع به آدمایی حرف میزنین که تو ایران زندگی میکنن، درسته؟ و اینا نمیتونن به این راحتی بیان بگن که آره عکس بذارن و بگن که ما فقط دوستیم، همچین چیزی نیست. یعنی به این نقطه که اینا رسیدن الان یعنی که به یه جایی رسیدن که عقد شدن و دولت یا حالا ایران یا اون نمیدونم ارشاد یا حالا هر چیزی که اگر میخواستن جلوشون رو بگیرن دیگه با این رسمی شدن دیگه نمیتونن جلوشون رو بگیرن. اون موقعی میتونستیم تحسین کنیم اینا رو که دوست میبودن و میگفتن ما اینجوری دوست هستیم. ببخشید من بعضی وقت ایرانی یه ذره چیزم، ولی کلن الان یعنی به یه جایی رسیده که شیخ مهدی درست میگه، حتما یه چیزی شده که علنش کردن. خب خانم النا من این جمله رو بگم چرا خلط مبحث میکنیم؟ خب وقتی تو با یک نفر آشنا میشی باید وقتی به نتیجه رسیدین رو اعلام بکنی. خب چی شد عجیبه پس پوریا که تو میگی؟ خب مهدی جان وقتی که تو اومدی گفتی خب نه تو ببین پوریا جان اومدی گفتی که آقا اومدی یه اینجوری کردی گفتی نوید محمدزاده یک نمیدونم کاری که شاهکار و فلان اصلا دادش فکر کنم من نظر خودم رابط. آره خب تو با یکی دوست میشی، ببین مهدی وقتی تو با یکی دوست میشی همون اول اعلام کنی اسمت رو اون دختر میمونه، اگر به نتیجه نرسی خیلی حاشیه برای اون دختر ایجاد میشه. خدا پدرتو بیامرزه. خب دیگه پس تموم شده همه چی که اومده اعلام کردی میای اعلام میکنی، ببین میای اعلام میکنی و همه حاشیه ها رو از بین میبری. به نظر من خیلی ستودنیه. خب دیگران هم این کارو بکنن وقتی خب دیگران هم میکنن آقا، دیگران هم وقتی مرحله ازدواج میان میگن نه توی ببین بخش یه آدم عادی با یه آدمی که آقا معروفا رو میگن همه دنبال زندگی آدم های معروف مثل شما و مثل نوید محمدزاده نه من دیگران. کجا معروفه میگم آقا مثلا میگم شماها مثلا وقتی دیگه با حالت الان تو خودت دوست دختر داشت باشی میای بگی دوست دختر دارم اینجا اگر به نتیجه برسم که بخوایم ازدواج کنیم دیگه چه کاره چه این چه هنریه. خب الان شیخ مهدی هم همینو میگن، پوریا جان میگن اگه به نتیجه برسیم میان اعلام میکنی. این خیلی ارزشمنده که نوید میاد میگه که آقا من با یک دختر افغان حالا میخوام یه راهی رو برم، این به نظر من خیلی ارزشمنده. آقا اصلا شما منو رفرنس قرار دادین، من جواب آقای پوریا رو بفهم. شما به من گفتین حالا خلط مبس من نمیدونم این چیه، اونو کاهش ندارم، اما که من گفتم اون موقعی بعد از 6 ماه، ببینین من گفتم بعد از 6 ماه میتونستن، این موضوع مال 1 سال پیشه آقای خب فردین. مطمئن آقای فردین بله من مطمئن است معمولی بوده. ببخشید من دارم صحبت میکنم، معذرت میخوام، من تو حرف شما نمیپرم. آقای مستندی که بیرون اومده بود یعنی موضوعش الان بالای 1 ساله، حالا تو این 1 سال شما دارین میگین که خیلی شجاعت به خرج داده، من دارم میگم که شجاعت ما الان ایرانی ها اون موقع می
میتونستیم بگیم که ایشون یه تابویی رو میشکوندن، یعنی برخلاف میل حالا چیزایی که تو ایران دولت یا حالا هر چیزیه، تو موقع دوست دختر دوست پسرش میومدن اعلام میکردن. الان من خودم هم رفتم چیزایی که بوده در اومده دیدم، خیلی از بازیگرا واقعا عکس حلق و اینا گذاشتن. پس نتیجه میگیریم به یه نقطه‌ای، به یه جای رسید که الان اینا در اومد. شما دارین میگین من حرفی نمیزنم، من میگم اون موقعش بعده میتونستیم بگیم که ایشون یه تابوی رو شکوندن، شجاع بودن این کار رو کردن، ولی الان دیگه چیزی نداره. همه هم اینجوریان، وقتی معروفن یه مدت با یه کسی دوست میشن، آیا به نتیجه میرسه یا نمیرسه، وقتی که رسید خب میدن بیرون، ولی کاری نکرده که ما بخوایم این همه گندش کنیم. واقعا من اینو نمیفهمم. میشه من یه چیزی بگم؟ بچه روی میکروفون. من خودم افغانم و وقتی که عزیزم عزیزم ببخشید، ما اصلا نمیخوایم اینجا بحث افغان، چون این بحث اگه بیاد بالا فکر نمیکنم به جای خوبی کشید. من نمیدونم، بذار اتفاقا صحبتشو لطفا بکنه. خب اصلا ربطی نداره، ببخش افغان، عرب، لور، فارس، نمیدونم اصلا همون دیگه ما به همه احترام میذاریم، ملیت ولی من اصلا چیز دیگه است. اگه بزنید صحبت افغان هستم به نظر من میخواستم فقط همین رو بگم که زیادم حرف من طولانی نیست، فقط میخواستم بگم باغ و پوریا یه بخشش موافقم و با شیخ مهدی هم همینطور، اما داستان اینطوریه که این رابطه بین افغان و ایران تو ایران یه جور تابو بوده، حالا با بعد ازدواج یا قبل ازدواج اگه مطرح شده یه جور میتونیم بگیم یه جور تابو شکنی بوده. مثلا من خودم خیلی از دوستام یا دوربیامون که با حالا چه دختر چه پسر با افغان یا ایرانی در ارتباط بودن یا دوست بودن، هم عاشق هم دیگه بودن، سر همین موضوع خانوادگی و اینکه نه بعد این میگفت اون بده، اون میگفت این بده، و کلن رابطهشون از بین میرفت و خیلی شکسته میشدن. خب این به نظر من از یه نظری خیلی کمک میکنه به جوانای امروزی. همین، ممنون. شما کاملتر صحبت مرسی. ببین من یه چیزی بگم سپید جان، چون شما اینو گفتی، اصلا ببین بحث افغان و ایران و عرب و نمیدونم انگلیسی و من اگر از یه دختر تاجیک خوشم بیاد خب باشه ازدواج، از یه دختر عرب خوشم بیاد باشه، از یه دختر ایرانی خوشم بیاد باشه، اصلا ربطی به چیز نداره، به ملیت نداره، اصلا اون کسی انسانی. آره من همینو می‌خواستم بگم، ربطی داره اصلا به این موضوع. اصلا ولی منم جانم بفهم بگو سفید جان. نه منم میخواستم بگم که ما اصلا موضوعمون این نیست که مثلا این خانم از چه ملیتی هن، چون ما با همه ملیت ها واقعا هیچ مشکلی نداریم، فقط ما میخواستیم بگیم که پابلیک کردن رابطه شون به نظر شما خوبه یا بده، یا شما موافقین، شما خودتونم دوست. بعد یه جوابی هم تو آقای پوریا گفتن، حالا من تا یه حدی هم با خانم النا موافقم که گفتن آره خب همه آدما وقتی به یه جایی میرسن که مطمئن میشن از رابطهشون خب پابلیک میکنن، اون موقعی میتونیم بگیم که مثلا این آقا یه کار مثلا استثنایی کرده که اوایل رابطهش بوده. من اینو موافقم واقعا، چون الان دیگه ما فهمیدیم که یک سال مثل این که تو رابطه بودن و تازه پابلیکش کردن، ما فکر مثلا به تازگی اتفاق افتاده. نیکی جون بفرم. مرسی سپید جان، دقیقا همینه. ببخشید خانم بیتاب میخوان صحبت کنن، بفرمایین عزیزم. من فقط خواستم بگم من با خانم النا موافقم، به خاطر اینکه توی ایران متاسفانه بیشتر رابطه ها چون پنهون کاریه فردا پس فردا گندش در میاد که فلانی با فلانی تو رابطه بوده. شاید به خاطر همینه که من فکر میکنم آقای پوریا که میگه که دوید محمدزاده چه کار جالبی کرد، چقدر شجاعت به خرج داد، من فکر میکنم اینه. ولی متاسفانه میگم توی ایران انقدر رابطه ها پنهونه، این سلبریتی ها فردا پس فردا تازه میفهمیم فلانی با فلانی بوده. شاید به خاطر همینه که حالا شاید پابلیک کردنش باعث شده که همه مثلا تعجب کنن. مرسی. مرسی بیتاب جان. خانم مهتاب میخوام صحبت. من یه نکته بگم قبل از که خانم مهتاب بگن. ببخشید آقای بیتابان یه لحظه بفهمید. چون مهتاب خیلی دارم. ما چش باز کردیم یه خط کشیدن. گفتن پسرها این بره خط، دخترها اون بره خط، از تو مدرسه تا هر جا یه تابویی برای ما ساختن که حتی یک ارتباط صحیح و درست برای آشنایی هم ترس داشتیم از گفتنش. اگه میگفتیم کل جامعه پدر جدمون رو در می آورد، یا بزرگترهای جوری رفتار میکردن که انگار ما بزرگترین جنایت دنیا رو کردیم. اینه مشکل.
دقیقا دقیقا همینطور. خانم مهتا بفرمایید عزیزم. سلام سلام سلام، خوبی؟ سلام قربان. آقا من با پوری موافقم، به خاطر اینکه ببینید آقای مثلا محمد رضا، ما اصلا اول نمیدونیم که اینا با هم ازدواج کردن یا نکردن. خب ریسک بزرگی کرده، گذاشته تو پیجش و پابلیک کرده، به نظر من خیلی کار خفنی کرده. ولی من الان خیلی ها رو میشناسم، دوستای نزدیک من اصلا مثل آقای گلزار، الان این آقا 4 سال ازدواج کرده، زنش هم تو دبی، اصلا نمیاد بگه چون دلش نمیخواد دور و بریاش بپرن یا کسی ندونه که این ازدواج کرده، یا حالا هر چی سیکرت کاریای خودشو داره و من اصلا اینو دوست ندارم. به نظر من چه رابطه، حالا چه به ازدواج کشیده بشه چه نکشیده بشه، چه دوست باشن بیان، آدم بیاد انقدر اون شهامتشو داشته باشه که بیاد علنیش کنه، به نظر من خیلی کار خفنی کرده. من با آقای پوری خیلی موافقم. کدوم آقای گلزار؟ مهتا چون آقای رضا گلزار میگن. خب من الان یه چیز دیگه هم در جواب مهتا بگم اگه اشکال نداره بچه ها. بفرمه مهتا جان، این که اولا میگی گلزار دوستمه و میای الان اینو این میگی، خب این خودش چی کارش دوباره که زندگی، اگر دوستته و اومدی الان چیزی که نمیخواست خودش بگه و شما میگی، این یه اشتباه است. ببخشید دوست منی دارم اینو بهت میگم. و یک دو با من اصلا شاید یکی توی شرایط نخواد اصلا بگه، اصلا یعنی این یه چیز شخصیه به نظر من. طرف چرا ازدواج کردن به نظر شما آقای مهدی کار زشتیه؟ شاید مثلا کار بدیه. ببین کار زشت و بدی نیست، شاید یه کسی توی شرایط اصلا کاری و بیزنسی و شغلیه که دوست نداره تو اون تایم مثلا. عزیز من ساتور سواری دولا دولا نمیشه، فدات شم. اینو من بعد 4 سال اومدم اینجا گفتم، همه هم میدونن. نه من نمیدونم. شاید همسرش دوست نداره بگه. خیلیا توی ایران و توی دبی این قضیه رو میدونن، شاید خیلیا میدونن، شاید خیلی محدود نمیدونن. فقط این آقا علنیش نکرده. منم نمیدونستم تا حالا. من نمیدونستم. اگه خبر این گفته بود این موضوع. رضا و دوستام نمیدونه. همون خانمی که ازشون بزرگتر هستن؟ نه، یه خانم متولد 72. آه خب ایشون قبلا تو کانادا زندگی کردن. نه اصلا درست و غلط شما من کاری ندارم. من حالا نمیخوام چون پوری این که دیگه الان یه ذره حالت دهن منم نمیشنیده، خیلی ها این جریان رو میدونستن. نه نه من اصلا کاری میدونستن، شما نخواستی که بدونی. واقعا خیلی نه نه من میگم بیانش درست نیست. من با شیخ مهدی موافقم سرکار خانم، از من دفاع کرد. ببینید من درست نیست ما بگیم. من میگم شطور سواری دولا دولا نمیشه. حالا از دهن من نمیشنیدید، از دهن یکی دیگه میشنیدید. حالا اصلا همین فردین گفته بدونم مهم نیستش. خانم مهتاب درست میگه. مهدی جان این خانم مهتاب میگن که اولش میگن که اصلا ما نمیدونیم که ایشون ازدواج کردن یا نکردن. آیا ما که عقل که داریم که آیا شما به عنوان این کسی که اینقدر معروفی بازیگری میتونی تو ایران دوست دختر دوست پسر باشی و اعلام بکنی و ارشاد و نمیدونم صدا و سیما و اینا بهتون کاری ند؟ ما خودمون باید یه ذره درک داریم که خودمون نباید فکر کنیم. شما الان به عنوان یه دونه آدم عاقل میخواید به من بگید که ایشون الان هیچ رسمیتی تو زندگیشون به وجود نیومده، فقط اومدن بگن که ما دوست دختر دوست پسریم، بعد خانم میره رو قایق ایشونو بغل میکنه، بس اون محرم و نامحرمی که تو ایران براش باید بری زندان و چه میدونم میگیرنت کجا میره؟ ما واقعا واقعا چرا اینجوری حرف میزنیم بدون اینکه فکر بکنیم؟ من ایران زندگی نمیکنم ولی چیزایی که میدونم باید با عقل من جور در بیاد یا نه؟ نمیتونیم همینجوری بگیم ما نمیدونیم. چرا؟ اتفاقا میدونیم، چون الان اینا پابلیکش کردن، به یه جای رسیدن که در حد عقد یا ازدواج یا صحبت‌های خانوادگی در این حد رسیده. بعد خودمونو گود که نباید بزنیم که. دقیقاً النا جان حرف شما، چون آقای نوید محمدزاده افغانستان هم حتی رفتن، الانم که زیر کامنت هاشون ببینین اکثر بازیگرا عکس حلقه براشون گذاشتن، یعنی حتما یه مراسم نامزدی یا یه اتفاقی بوده که اومدن مثلا همدیگر اینجوری بغل کردن، لباسای همدیگر رو پوشیدن، انقدر پابلیکش کردن. مطمئن باشین اینا یه محرمیت یه صحبتی بوده، شاید اصلا نامزد کردن چون همه حلقه گذاشتن. آفرین. دقیقاً نیکی جون، دقیقاً به خاطر اینکه ببینید من قبل از اینکه بیام تو یه رومی واقعاً واسه خودم یه حرفی بزنم راجع به اون کلمه یا اون صحبتی که میخوام انجام بدم باید فکر بکنم. ببینید الان من نمیدونم چند نفر آدم تو این رومه، ولی واقعاً من در ازای اون حرفی که میزنم باید پاسخگوشم باشم. همینجوری که نمیتونه آدم رو هوا حرف بزنه. ما داریم راجع به دو نفر که تو ایرانن، با قانون ایران داریم صحبت میکنیم. حالا آیا ما میدونیم ازدواج
ازدواج کردن یا نمیدونیم، این که نشد حرف واسه من. و اینم بایستی یاد بگیریم هر کس تا حد و اندازه خودشه. اینقدر ما این ایرانی ها اینقدر این آدم ها رو گندش نکنن. به خدا کار مهمی نکنه اومده گفته، اومده گفته من از من با این خانمم. اصلا غیر از چیزای نژادی و اینا افغان بودنش اینا رو ما بذاریم کنار، واقعا کار مهمی نکرده. من همه الانش که وارد مثلا این روم شدم فکر کردم این موضوع رو نیکی جون به من گفتم، ولی راجع به این که آقای نویدزاده مثلا موضوع اصلیشه اینو متوجه نشدم. واسه همینم هم میگم واقعا ما اون حتی این وقتی که داریم میذاریم، حتی این ساعتهایی که داره از عمرمون میگذره، واقعا راجع به یه چیزایی که یه هدف داشته باشه، موضوع داشته باشه. نه عزیزم، النا جون ببخشید اینو، ما موضوعمون این نیست. موضوعمون آیا شما با عمومی شدن رابطه، اینکه رابطتون رو پابلیک کنید موافقید؟ دقیقاً این موضوع قشنگه. دقیقاً موضوع قشنگه. یه لحظه مهدی جان، شما توی موضوع ما همون موقع که رو ما زدیم دقیقا موضوع ما این بود، آیا شما با پابلیک کردن رابطتون به عنوان یه فرد عادی یا سلبریتی موافقی؟ بعد خانم نیکی آقای محمدزاده رو به عنوان یه مثال زدم. بله آها، الان متوجه شدم. نه اگر این موضوع خیلی خوش اومدید، خیلی موضوع خوبیه. الان جان من مثلا امین دوست منه، خب مثلا تو رابطه است با یه نفر، شاید امین الان صلاح نمیدونه بیاد مثلا رابطهش رو بخواد بگه. ببینید چی میگم، به عنوان یه آدمی که شناخته شده است، من نباید بگم چون امین نیومده بگه حتما داره کار اشتباهی میکنه یا مثلا جرأت گفتنشو نداره. شاید شرایطش الان یه جوریه که نباید بیاد اینو اعلام کنه. اگر امین زن داشته باشه بخواد با کس دیگه بیاد دوست بشه، بعد ما بگیم قایم کرده، میگیم آره کار اشتباهی داره میکنه و داره مثلا خیانت میکنه فلان بهمان بیزار. ولی این که مثلا با یه نفر باشی و نخوای توی تایمی اونو علنی کنی، این کارو بدی نیست. و این که من به پوریا گفتم، چون پوریا لحنش یه جوری بود، داشت اسطوره سازی علکی، یعنی یه جوری به در مورد چیز نوید محمدزاده صحبت کرد که مثلا دم محمد چی اسمشه نوید محمدزاده گرم، عجب کار شاخی داداش، اصلا هیچ کار شاخی مهدی این چیزا تو خارج از کشور راحت، ولی با یه خانمی در ارتباط بوده، با یه خانمی در ارتباط بوده، آقا با یه خانمی در ارتباط بوده، تو مدارش بوده، نمیدونم وقتی چه میدونم دستش به دستش خورده، اون حسی که باید میگرفته رو گرفته، بعد از حالا یه تایمی اومده گفته آقا من با این خانم هستم و مطمئن 100% باش نامزد حداقل کرده که اومده گفته، وگرنه اونم انقدر بچه بی عقل نیست که بیاد مثلا قبل اینکه این کارو کنه بیاد اعلام کنه که فردا در جو بخونش که بیا تو برای چی هست اومدی اینو تو هست. الان اگه مطمئن باشه، اگر چیز این عکسو گذاشته دو جا بهش زنگ میزنن دیگه، کسایی که تو ایران میدونن، و اونم مطمئن باش جواب داشته واسه این کارش. یه مورد دیگه هم دختر سرزمینم، یه مدیم دختر سرزمینم نیکی، این تایتل جناب هاتف تشریف آوردن، سلام هاتف جان خوش اومدین. آره یه چیزی که دیگه هم که هست، هاتف سلام داشت، این بالا رو که زدی چشم نظر رو باید سلام. اول میذاشتی بعد ستاره رو بعد قلب و سمت راستی رو. خب منم به سپیده همینو گفتم. نه آره بعده که تا سپیده رو آنتن بعد داری برعکس میشه، ما چون اول ایونت رو زدیم بعد روم آوردیم بالا، واسه همین اشتباهه. آره نه دیگه دیدم الان چون خیلی شیک بود خوشگل درست شد، الان میشتم این صدا ما، چون ما اول ایونت رو آره نه چون ما اول ایونت رو زدیم بعد روم اومد بالا، این خودش جا به جا شد، من از اول درست زدم. این خانم ماریا میخواد خودش رو معرفی کنه سپیده، اون موقعی که پوریا گفت من صحبتام بکنم بعدش، بعدش تایم که آزاد شد به خودش حالا بهتون معرفی کنه. خب بچه‌ها ماریا جان سلام عزیزم، خودتون رو برای بچه‌ها معرفی کنین و بگین مشغول چه فعالیتی هستین. به به سلام به همگی. من دوست دارم بگم 18 سالم، اولش اسمم هم که ماریاست دیگه، ولی 18 سالم نیست، کلا خانوادگی هم اینجوریه. من شوخی میکنم قربونتون برم، یه ذره جب عوض شه. نه نه کارتو میگه تو چه بیزنسی هستی، کاری هستی، اینو توضیح بده اگه دوست داری. کارم هم بگم؟ آره من سر کار نمیرم ولی فشن دیزاینرم از سن 15 سالگی. اون بیزنس دارین دیگه لازمی شما سرک، شما باید بقیه رو بذارین سر کار. تقریبا بعد دو تا بچه دارم ولی دوست دارم بگم 18 سالم، مثلا پسرم اشکال نداری 18 سالتا. آره ولی 18 سالتا برم نمیاد. بعد نیکی ساشار هم خیلی دخترش دوست داره. من 3-4 ماه پیش دخترش یه چیز یکی از موزیکای ساشار رو خونده بود، ایرانی البته فارسی بلد نیست صحبت کنه دخترش، ولی خونده بود، به منم انقدر اصرار میکرد که دخترم با چیز
بگو ساشا استوریش کنه. من اون موقع نمیدونم حالا چی بود، چه مشکلی داشتم، اصلا با بچه‌ها زیاد در ارتباط نبودم، ولی نیکی خواهر ساشا ماریا، بعد گفتم که چیزه بهت بگم، حالا اگه یه وقت چیز بود بعدن ساشا اگه دوست داشتی ویدیوشو بفرستی ساشا هم میاریمش داخل روم، میاریمش یه ذره آره. لود بشه. خواهر واقعی ساشا صبحانی؟ آره. واو چقدر هم عالی. دخترم ساشا رو دوست داره چون خارجی میتونه بخونه. اسپانیش میخونه دخترتون یا مثلا اسپانیش بلدن یا انگلیسی میخونه؟ نه آهنگای ساشا صبحانی رو حفظ کرده. واو چقدر خوب. خب ببین ماریا جان یه استوری ازشون بذارین، ساشا رو تگ کنی، ساشا حتما ریستوری میکنه، حتما این کار میکنه، منم بهش میگم که حتما ریستوری بکنه. نه عشقم 6 ماه این کارو کردم فداتشم، اشکال نداره اما دوستش داری. نه کردی خب شاید ببین انقدر داری مرتی جان نیکی جان الان کمک میکنه نیکی دیگه، حالا منم میگم نیکی هم بالام پایینه، مرتی جان امید جهانم بیار بالا، دخترم رفت من داداش من اونجا مهمانم آقا پوریا خود خانم استم دیگه جانم، امید جهانم اومد به جمعمون پیوست، شما لطفا از توی آدیونس امید جهانم بیارید بالا، به هر حال یه خواننده دوست داشتنیه، شاید برامونم یه